تماس از طرف وزارت خارجه آمریکا بود. تلفن را برداشتم. با اعتماد به نفس خاصی خودش را معرفی کرد. یکی از کارمندان وزارت خارجه آمریکا بود. گفت می‌خواهم با یکی از دانشجویان صحبت کنم. گفتم دانشجویان می‌گویند ما نمی‌خواهیم با کسی صحبت کنیم. چندین بار اصرار کرد و هر بار به او گفتم دانشجویان حرفی با آمریکایی‌ها ندارند. در نهایت خود وزیر خارجه آمریکا تلفن را گرفت و گفت من به تو میگویم وزیر خارجه آمریکا هستم و میخواهم با دانشجویان صحبت کنم. گفتم هر کسی که میخواهی باش. رژیم حمله کرده بودن به او که با او رو گرفته بودن به باد کتک گرفته بود. زندگی کردن تو تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناک. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود. جویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش‌ها پیش او کوچکند. خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران. خواهش میکنم که شعار داده نشه. برادرها و خواهرها همراهی کنند. ممکنه یک روزی این صدا یا این نوار یا این گفتگوها که به صورت حقایق مستند هست از مراکز گروه‌های رسانی مملکت که فعلا تحت اشغال نظامیان هست پخش بشه برای مردم و روزی که رادیو و تلویزیون از اسارت نظامی‌ها خارج شد مسلماً این میتونه یک سند بسیار تاریخی و مستند باشه که نشون بده به مردم ایران که واقعاً دولت‌های دست نشانده حکومت استبداد از شهریور ماه به این طرف چه جنایاتی رو مرتکب شدن. و اگر ما بخوایم از مسئولین امور که بیایند و توضیح بدن که اینها چه میخواستند و برای چی اینها به خاک و خون در غلطیدند، من مسلم میدونم که هیچ کس نمیتونه این جواب بده. تظاهرات در روزهای 11 و 12 آبان بدون درگیری و تنها با چند شلیک که برای متفرق کردن جمعیت بود پایان یافت. تظاهراتی که تا پاسی از شب به طول انجامید. 13 آبان 1357. سکوتی ترسناک در کاخ نیاوران حاکم است، اما برخلاف اینجا در مرکز شهر اوضاع به گونه دیگر است. ورود کامیون‌های گارد شاهنشاهی در همان صبح زود خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران را تبدیل به محیطی شبیه به پادگان می‌کند. حضور این نیروها برخلاف روزهای قبل بیشتر و البته سنگین‌تر است. از آن طرف هم مردم به کمک دانشجویان و دانش آموزان آمدند تا تظاهرات گسترده‌تر شود. علاوه بر خیابان‌های اطراف، عده بیشماری هم در داخل دانشگاه در حال شعار دادن هستند.
حضور نوجوانان کم سن و سال محیط دانشگاه را متفاوت کرده. دکتر شیبانی رئیس دانشگاه تهران خود را به حیات دانشگاه رسانده و فقط یک خواسته دارد. شما تا نرید من نمیرید. باید برید بیرون. تدارک لازم برای یک حمله همه جانبه به درستی صورت گرفته. دانشگاه که گویی تبدیل به خاک دشمن شده از زمین و هوا محاصره است. این را از پرواز هلیکوپتری که بر فراز گلدسته‌های مسجد دانشگاه تهران در پرواز است کاملاً میتوان حس کرد. لحظه به لحظه به جمعیت افزوده می‌شود. دانشجویان از مردم می‌خواهند که به داخل دانشگاه بیایند. آنها تصور می‌کنند که اگر به داخل دانشگاه بروند در امان خواهند بود. تنها چند لحظه بعد فرمان شلیک صادر می‌شود. دانش آموزان که با محیط دانشگاه آشنا نیستند راه فراری پیدا نمی کنند. ده ها نفر کشته و زخمی می شوند. از طرفی بر تعداد کشته ها افزوده می شود و از طرف دیگر از سن آنها کاسته. بعد از این قتل عام خیابان‌های تهران سراسر خشم و نفرت می‌شود. شهر برای محمد رضا تبدیل به جهنمی سوزان شده. شهری که نفس کشیدن در آن را دیگر نمی‌تواند تحمل کند. 16 دی ماه فرا رسیده. روزی مهم و سرنوشت‌ساز برای مردم ایران و البته برای شاه. سران آمریکا و متحدان غربیش به یک نتیجه مهم رسیدند. سرانجام سالیوان پیام کارتر را به محمد رضا می‌رساند. او باید هرچه سریع‌تر ایران را ترک کند. محمد رضا با شنیدن این پیام ابتدا کمی مکث می‌کند و سپس می‌گوید: بله، فقط باید به کجا بروم؟ شاه عازم مصر می‌شود. انور سادات اولین کسی است که شاه را میپذیرد، اما بعد از مخالفت‌ها شاه مصر را به مقصد مراکش ترک می‌کند. اما با استقبال سرد ملک حسن او مجبور می‌شود آنجا را نیز به مقصد باهاما ترک کند. باهاما هم بعد از مدتی با حضور او مخالفت می‌کند و این یعنی اینکه محمد رضا مجبور است به مکزیک برود. شاه تبدیل به مهره پیاده شده که به راحتی در صفحه روزگار جابجا می شود. دست آمریکا در بدبختی های مردم برای همه رو شده. از شعارهای مردم نفرت از آمریکا و شاه به وضوح دیده می شود. شاه از ایران رفته و بختیار فرمان روای کاخ بدون شاه شده است. کارتر پیامی تهدیدآمیز به امام خمینی در پاریس ارسال می کند. هشداری در خصوص هر گونه تهاجم به بختیار از سوی انقلابیون. تهدیدی رسمی از طرف ایالات متحده.
با سابقه‌ای که جهان از آمریکا می‌شناسد کاملاً واضح است که این یک تهدید تو خالی نیست. تشکیل حکومت‌های مردمی با منافع آنها جور در نمی‌آمد. ایرانیان هم در زمان مصدق یک کودتای تلخ آمریکایی را تجربه کرده بودند. خب اصلا مداخله‌گری آمریکا تو دنیا که قطع نشده. آمریکا به عنوان اینکه خودشو سردمدار جهان سرمایه‌داری میدونه، حق میدونه که تو همه جا دخالت کنه، میکنم. ولی اون زمان خیلی اوریان بود دخالت آمریکا. امام به سرعت پاسخ پیام کارتر را اعلام میکنند. ملت ایران از کودتای نظامی هیچ حراسی به خود راه نخواهد داد. شاه با تجربه‌ای که از 28 مرداد دارد، امید دارد دوباره دستی از غرب سلطنت او را نجات دهد. او هر لحظه منتظر تماس غربی ها برای بازگشت به ایران است. اما پایان این انتظار 22 بهمن بود. ساعت 2 صبح یک شنبه 22 بهمن، میدان فوزیه، شب 22 بهمن ماه. با به آتش کشیده شدن آخرین تانک ها قلب حکومت پهلوی از تپش افتاد و رژیم شاهنشاهی به پایان راه خود رسید. اما انقلابیون کاملا هوشیارند و تمام تحرکات را زیر نظر دارند. یک توطئه می تواند سرنوشت را به کلی تغییر دهد. انقلاب نیاز به مراقبتی جدی دارد. در همان ساعت اول زنگ هشدار به صدا در می آید. دو اتفاق مشکوک رخ داده است. یکی از این اتفاقات در قلب پایتخت و دیگری در دورترین نقاط کشور. جوانان انقلابی فوراً دست به کار می شوند. بعد از رسیدن به محل مورد نظر متوجه می شوند عده‌ای خیابان را بستند. با بازوبند و پارچه‌ای که روی سرشان است از همان دور شناخته می شوند. چریک های فدایی خلق. ساعت 9 صبح صدای گلوله فضای سفارت آمریکا را پر کرد. ما فوراً خود را به اونجا رسوندیم. گاز اشک‌آور چشمانمان را می‌سوزاند. مردم مسلح به کمک آمدند. خبر به امام می رسد. ایشان دستور می دهند فوراً سفارت تخلیه شود. با ورود گشت‌های انتظامی و حمایت نیروهای مردمی، سفارت آمریکا از چریک ها پس گرفته و کارمندان سفارت آزاد می شوند. آقایان گوش بدید، من سرهنگ توکلی هستم. من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم. حمله به سفارت آمریکا بهانه به دست ارتش آمریکا خواهد داد دخالت کنند. نکنید این کار را. خواهش میکنم هیچ گونه تیراندازی نکنید. آقایان به خاطر مملکت نکنید. Okay, everybody, be quiet. There's nothing's gonna happen. Nothing's gonna protect بعد از آمدن دکتر یزدی، آمریکاییان داخل سفارت را سوار اتوبوس کرده و از محوطه خارج کردند. اما اتفاق دوم مربوط به شهری است در مرزهای کشور، گنبد کاووس. گروه دیگری از چریک‌های فدایی برای ایجاد حکومتی مستقل قصد جدا کردن بخش‌هایی از خاک ایران را دارند. شاه از سرگردانی خسته شده و مدام از آمریکایی‌ها تقاضای کمک می‌کند. اما آمریکا خطرات پذیرفتن شاه را به خوبی می‌داند. این روزها انتشار تصاویر خروش مردم ایران در رسانه‌های دنیا باعث شگفتی همگان شده است. آمریکا
آمریکایی‌ها می‌دانند پذیرفتن شاه به معنی دشمنی علنی با انقلاب ایران است که می‌تواند پیامدهای سختی را برای آنها داشته باشد. این چالش بزرگ بدجوری آمریکایی‌ها را به هم می‌ریزد. در سیاسیون آمریکا دو دستگی به وجود می‌آید. عده‌ای مثل کسینجر و دیوید راکفلر اعتقاد دارند آمریکا باید شاه را بپذیرد. اما کارتر و وزیر خارجه مخالفند. قضیه کاملا حیثیتی است برای آمریکا. اگر آمریکا واقعا تصمیم بگیره شاه رو پس بده که اصلا زلزله در خاورمیانه و منطقه جهان اسلام و این کشورهای اقماری و مزدور، دولت‌های اقماری مزدور اتفاق میفته. اگرم پس نده که این دعوا بالا میگیره. در نهایت برژینسکی کارتر را متقاعد میکند. او میگوید نپذیرفتن شاه یعنی نگرانی کشورهای منطقه و از دست دادن انور سادات، ملک حسن و خاندان سعودی، یعنی روی کار آمدن حکومت‌های مردمی. بالاخره کارتر تسلیم می‌شود و خطر ورود شاه را می‌پذیرد و در 3 مهر 58 شاه وارد آمریکا می‌شود. اصلا اینی که شاه پاشه بره امریکا، خب این تو بیمارستان اروپا میتونست بشه، ولی یهویی راکفلر و کیسینجر تصمیم گرفتن برای این که بگن آقا این انقلاب گور باباش، ما از شاه که دوستمون بوده میخوایم حمایت کنیم، میخوایم ببریمش امریکا. قلدری کردن. سریعتر از آنچه تصور میشد اولین تظاهرات در خود آمریکا و در مقابل بیمارستانی که شاه در آن بستری شده روی میدهد. وقتی اینا مجوز دادن به شاه، یهویی این مثل یه بمب تو جامعه منفجر شد. پذیرش شاه تو امریکا توهینه. چه کار؟ این معادله رو چجوری میتونیم به هم بزنیم؟ شاه باید بره بیرون از امریکا. تمام. مردم این اقدام امریکا را در آغازین روزهای انقلاب توهینی بزرگ میدانند و بلافاصله در سراسر ایران راهپیمایی های ضد آمریکایی شکل می گیرد. دهم آبان امام خمینی طی پیامی قاطعانه خواستار استعداد شاه به ایران می شود و به مردم اعلام می کنند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. در این شرایط ضد آمریکایی کشور انتشار خبری در رسانه‌ها ایران را در بحتی عجیب فرو می‌برد. مهدی بازرگان در جشن انقلاب الجزایر بدون اطلاع امام با برژینسکی مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار می‌کند. هیئت دولت، آقای بازرگان، آقای یزدی، آقای چمران رفته بودند برای انقلاب الجزایر. 25مین سالگرد انقلاب الجزایر اونجا جشن گرفته بودند. ملت پیروزمند الجزایر 25مین سال روز پیروزی انقلاب عظیم خود را جشن می‌گیرد. همانطور که می‌دانیم هیئت نمایندگی ایران به ریاست آقای مهندس بازرگان و با عضویت آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه و دکتر چمران وزیر دفاع در دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کردند. از طرف امریکا برژینسکی اومده بود و هیئت امریکایی، ولی رأسش هدش برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا بود. یه ملاقاتی هم با هم انجام داده بودن که این ملاقات هم تو روزنامه‌های اون روزا سر صدا کرد که آقا چرا این ملاقات به اطلاع امام نرسیده. ملاقاتی که 1.5 ساعت به طول می‌انجامد. به گفته برژینسکی این ملاقات نه به خواست او که به درخواست بازرگان صورت گرفته. امام خمینی به نظر می‌رسید باید حتما در جریان می‌بود. خب وقتی شورای انقلاب گفت من در جریان نبودم. شورای انقلاب اون زمان نقش مجلس رو داشت، تازه فراتر از مجلس بود. آن شب تلویزیون ایران تصاویری از برژینسکی در حالی که با هیئت ایرانی دست می‌دهد را نشان داد. مردم ایران از این اقدام بازرگان و دولت موقت به شدت خشمگین شدند.
عده‌ای از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت جلسه ترتیب میدند. اتفاقی که افتاد این بود که توی دو هفته آخر مهر تا 13 آبان ما اینقدر فضا رادیکال بود که وقتی توی دفتر تحکیم وحدت همون شورای 5 نفره این بحث مطرح شد که آقا امریکا داره مداخله میکنه تو امور ایران. اون زمانم یادتون باشه جنگ سرد بود، امریکا مظهر امپریالیسم بود، مثل الان نبود امریکایی گلمگلی و تیتیشمامانی که بایدن مثلا صحبت میکنه اینجا یه آب از لب و لوچهشون میرزه پایین، یا اوباما. توی یک جلسه شورای مرکزی آقای اصغرزاده عنوان خبر مطرح کردن که از آویون خارجی فرودگاه مهرآباد کارتون کارتون داره اسناد از کشور خارج میشه توسط سفارت آمریکا و متاسفانه دولت موقت نه تنها ممانعتی نمیکنه، حتی بازبینی نمیکنه این بسته هایی که داره از کشور خارج میشه و امکان پذیر ما مواجه بشیم با کودتا. آقای اصغرزاده گفتن این پیشنهادم اینه که بریم سفارت آمریکا رو تصرف کنیم. ما گفتیم آقا این امریکا داره دخالت میکنه، اصلا بردن شاه به امریکا یه علامته، توهینه، یه تحقیر یک ملتی که انقلاب کرده، مردم هم که تو خیابون. بنابراین خیلی طبیعی بود وقتی یه چنین بحثی مطرح بشه همه موافق باشن. من توی جلسه مخالفت خودم رو اعلام کردم، گفتم که مگر شما نمیگید که خطر جدی متوجه انقلاب و نظام هست؟ خب ما که دستمون به امام میرسه برنشیم بریم با خود امام موضوع رو ترک کنیم. آقای موسوی خانی ها گفته بود این که بده که امام خمینی رو شما میخواهید وارد بازیش بکنید. خب امام رئیس مملکته، اگه بگه شما موافقم که خب تو اخلاقا بده، دولت موقت میگه آقا شما که میگودی دولت کریمه و دولت موقت پسر پیغمبره، همه باید پشت سر بازرگان باشن. اگر بگه که مخالفم خب اصلا معنی نداره، شما دیگه کاری نکردید، شما برید خودتون این کارو بکنید. اگه امام خوشش اومد راضی بود حمایت میکنه، اگه حمایت نکرد میگه من قبول ندارم. خب میاد بیرون یه اطلاعی میدیم دیگه. خوب جلسه ای که ظاهرا برخی از تحکیمی ها از آن بیخبرند. از دانشگاه هایی که اطلاع پیدا نکرد ما بودیم. انجمن اسلامی دانشگاه مثلا اصلا اطلاع نداشت. چون اینا طرفدار شورای انقلاب بودن، اونا حدس می‌زدن که ممکنه مخالف به سال این حرکت باشن، به اینا نگفتن اصلا. آنها فقط منتظر یک فرصت مناسب هستند. حالا همه چیز مهیا شده است. برنامه داشتیم که اسناد سفارت امریکا رو تحت هر عنوانی به دست بیاریم و این اسناد رو بیرون ببریم. اگر برای مقابله با این کار امریکایی‌ها مقاومت کردن، برای چند ساعت گروگانشون بگیریم. در ابتدا قرار بود این اتفاق در روز 14 آبان رخ دهد، اما چون در روز 13 آبان مردم تظاهرات دیگری به مناسبت سال روز کشتار دانش آموزان ترتیب دادند، دانشجویان به این نتیجه میرسند که میتوانند از تجمع مردم در 13 آبان به عنوان پوشش استفاده کنند و تسخیر سفارت راحت تر انجام شود. بالاخره روز موعود فرا می رسد. 13 آبان 1358. بعد از تشریح عملیات توسط ابراهیم اصغرزاده، دانشجویان آماده ی حرکت به سمت سفارت آمریکا می شوند. ساعت 10:30 صبح، حدود 300 دانشجو جلوی درب اصلی سفارت آمریکا رسیدند. یکی از بزرگترین اقدامات دانشجویی تاریخ در حال ثبت است. بلا فاصله چند دانشجو از بالای دیوار وارد سفارت می شوند. دقایقی طول نمی کشد که تقریباً تمامی دانشجویان وارد سفارت آمریکا می شوند. مهدی رجب بیگی و محسن وزوایی از اولین دانشجویانی هستند که وارد سفارت می شوند. تمامی ساختمان ها به جز ساختمان مرکزی در همان لحظات اول به تصرف دانشجویان در می آید. اما نسبت به ورود دانشجویان به ساختمان مرکزی سفارت مقاومت می شود.
تقریباً 3 ساعت طول می کشد تا جاسوسان و مأموران آمریکایی تسلیم و دانشجویان وارد ساختمان مرکزی شوند. و این زمانی است که آمریکایی‌ها نیاز دارند تا بتوانند اسناد سفارت را نابود کنند. حالا سفارت در اختیار دانشجویان است. دانشجویان از اقدامات خرابکارانه و عملیات جاسوسی سفارت آمریکا در ایران خبر دارند، اما بعد از ورود به سفارت متوجه می‌شوند که جاسوسی‌ها بسیار فراتر از تصور آنها بوده. زمان زیادی طول می‌کشد که بخشی از این اسناد را احیا کنند. کاری که با تلاش شبانه روزی دانشجویان و با زحمت فراوان صورت می‌گیرد. اون اسنادی که افشا شد و این سری اسناد نشون میده که با اتکای به چه گروه‌هایی و با تکیه بر چه نیروهایی در جامعه به لحاظ اسناد گویای نقش جاسوسانه ی آمریکایی ها در کشور است. یکی از این جاسوسی ها کمک به نیروهای جدایی طلب در مرزهای کشور و در گنبد کاووس است. داخل سفارت که رفتیم بالاخره مقاومتی شد و تا رفتیم و همه جاها رو گشتیم و گرفتیم و نشستیم توش و اینها، یه عده مردم عادی هم همراه ما داخل سفارت اومده بودن وقتی در باز شده بود، اینا رو ریختیم بیرون و بعد ایرانیایی که داخل سفارت بودن کارمنداشون رو گفتیم برید و همه این شد. حدود ظهر، حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، رفتم درب سفارت تو خیابون طالقانی. قشنگ یادم میاد که آقای محسن میردامادی اون ور نرده بود و من از این ور نرده و حال و احوال اینا. گفتم که آقا محسن ما قرارمون این بود. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه به دانشجویان دستور میدهد که سفارت را تخلیه کنند. دانشجویان به صحبت‌های او کوچکترین توجهی نمی کنند. خب استراب هم داریم، چون بالاخره نمیشه سفارت امریکا رو رفت توی یک انقلاب تصرف کرد بدون اینکه مقامات عالیه کشور اطلاع داشته باشد. لحظات بسیار پرتنشی برای دانشجویان است. آنها برای شنیدن نظر امام لحظه شماری می کنند. دانشجویان خوب می دانند که امام برای محکوم کردن اشغال سفارت از طرف شخص بازرگان و دولت موقت تحت فشار قرار گرفته است. نظر امام خمینی چیه؟ خب بالاخره اون رهبر انقلاب، شخصیت کاریزمایی است که ملتی رو از آتش عبور داده، از استبداد عبور داده، کار نکرده ای رو کرده، یک انقلاب انقلابی که واقعا انقلاب بود، انقلاب اصیلی به نتیجه رسیده. حالا دیگه مش دانشجو پا شدن اومدن رفتن به بهانه اشغال سفارت زمینه حمله به ایران آماده کردن، امریکا موشک زده و فلان. همه نگران بودن که این کار چه جور کاریست. بنابراین بعد ما دانشجوی مسلمون بودیم، اسممون هم گذاشته بودیم دانشجوی خط امام، پس خیلی طبیعی بود که باید کشف میکردیم که نظر امام راجع به این حرکت چیه. این لحظات برای دانشجویان از خود تسخیر لانه سختتر و دلهره آورتر است. حالا بچه ها اومدن داخل سفارت، همه نگرانن که نظر امام چیه. خبر دادیم آقای موسوی خوینی هم اومد، چون ما آقای موسوی خوینی هم به عنوان یه روحانی آورده بودیم که سند خودمون باشه که مثلا باعث اعتماد امام بشه، چون رفاقت ایشون با حاج احمد آقا بخشی از رابطه ما رو حل میکرد. آقای موسوی خوینی هم تلفن رو گرفت، اون زمان که دیجیتالی و این چیزا هم که نبود که شما با واتساپ صحبت کنید تصویری و اینا، از این هندلیا بود، تلفن هندلی گرفت. قم الو، بله حاج احمد آقا، بله من موسوی خوینی هستم، تو تهران اینجا هم عده دانشجوهایی هستن که من میشناسمشون، بچه‌ای بودن که قبل از انقلاب هم میشناختمشون، بچه مسلمونن به اسم دانشجوی خط امام، اومدن سفارت امریکا رو گرفتن ولی میخوان نظر امام رو بدونن. سید احمد خمینی امام را در جریان قرار میدهند و تقریبا نزدیک مغرب پیام امام از طریق حاج احمد آقا به دانشجویان میرسد. امام خطاب به دانشجویان اعلام می کنند خوب جایی را گرفتید، آن را محکم نگه دارید.
استراب ریخت. بلافاصله رفتیم توی بچه‌ها خبر دادیم، گفتیم که اصلا امام راضین از این قضیه و گفتن جای خوبی رو گرفتید و اونجا دیگه جشنی بود. با رسیدن پیام امام تمام آن اضطراب‌ها و دلنگرانی‌ها از بین می‌رود. شور و شوقی وصف نشدنی دانشجویان را در بر می‌گیرد. قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودن اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت امریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش او کوچکند. اما رادیو و تلویزیون هنوز از این اتفاق خبر ندارند. یکی از دانشجویان با دفتر رادیو تماس میگیرد و میگوید ما دانشجویان پیرو خط امام هستیم و الان سفارت آمریکا در تصرف ماست. دفتر رادیو تصور میکند این یک شوخی است. دانشجوی تلفن کننده وقتی میبیند از دفتر رادیو حرفش را باور نمیکنند میگوید اشکال ندارد، من تلفن را قطع میکنم و خود شما از کتابچه تلفن شماره سفارت آمریکا را پیدا کنید و با ما تماس بگیرید و بدین طریق اولین پیام آنها به دنیا مخابره می شود. مسلم است که این عده دانشجویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده از طرف ملت که اینجا از گروگانها حفاظت کند تا زمانی که ملت ایران محمد رضا رو از امریکای توطئه‌گر که در حقیقت دشمن بشریت بودند پس بگیره. همین یک اطلاعیه کافی است تا در مدت کوتاهی جمعیت زیادی از مردم انقلابی روبروی سفارت آمریکا تجمع کنند و یک صدا شعار مرگ بر آمریکا سر دهند. سفارت آمریکا در تهران قلب تحولات جهان شده. با دستور امام برخی از گروگان‌ها از جمله زنان و سیاه‌پوستانی که به سازمان جاسوسی آمریکا وابستگی ندارند آزاد می‌شوند. زنان و سیاه‌پوستان گروگان به فرمان امام آزاد می‌شوند. با این اقدام انسانی و انقلابی راه هر گونه توطئه و تحریف در اقدام انقلابی ملت مسلمان ما بر شیطان بزرگ بسته می شود. چپی ها و مارکسیست ها، مجاهدین خلق، گروه های کانون نویسندگان، روشنفکران، ادبا، شعرا، نویسندگان، گروه های مختلف همه شروع کردن به اطلاعیه دادن و شروع حمایت کردن. شورای انقلاب، چهره‌های سیاسی، نهضت آزادی یک اطلاعیه شداد و قلازی داد که دانشجوی خط امام نکنه گروگان را آزاد کنید، باید وایستید تا قطع تمامی روابط ایران و امریکا. گمانم تنها کسی که تو اون روزا صراحتاً مخالفت خودشو با این اقدام اعلام کرد شخص آقای بازرگان بود. فردای آن روز دولت موقت در اعتراض به این اقدام استعفا می‌دهد. و
بدان امید که حضرت امام با رد استعفا دانشجویان را وادار به پایان ماجرا و آزادی گروگان‌ها نمایند. این اولین بار نبود که رئیس دولت موقت استعفا می‌داد و آن را علنی نمی‌کرد. این اقدام دولت بازرگان یک حرکت تاکتیکی برای گرفتن امتیاز و تحت فشار قرار دادن دانشجویان بود. عده‌ای از امام می‌خواهند که از بازرگان دلجویی کنند و استعفای او را قبول نکنند، اما امام به سرعت با استعفای بازرگان موافقت می‌کنند. سخنرانی امام در روز 14 آبان 1358 به یک سخنرانی تاریخی تبدیل می‌شود. در آن روز امام آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ معرفی می‌کند و به سفارت آمریکا لقب لانه جاسوسی می‌دهد. بعدها مهدی بازرگان در یک موضع‌گیری تند دانشجویان پیرو به خط امام را دانشجویان پیرو به خط شیطان می‌خواند. بعد از استعفای بازرگان 3 ماه بعد ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری ایران برگزیده می شود. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن و در برابر ملت ایران خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم. او در اولین مصاحبهش به شدت به دانشجویان پیرو خط امام حمله می کند و می گوید حاضر نیست با دانشجویان مسلمان حکومتی موازی را قبول کند. او اضافه می کند ما در ایران 2 حکومت داریم، یکی حکومت دانشجویان پیرو خط امام و دیگری شورای انقلاب، و چنین وضعی قابل قبول نیست. خبرهایی از لانه به بیرون می آید که باعث تعجب بسیاری از دانشجویان شده است. گویا آنها تصمیمی گرفتند. 9-8-7-6-5-4 امروز از طرف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اطلاعیه‌ای صادر شد که کاملا غیر منتظره بود و در آن گفته بودند که گروگان ها در اختیار شورای انقلاب قرار خواهد گرفت. دانشجوها میشه گفته شده، حالا هم گفته میشه که اگر شورای انقلاب و آقای رئیس جمهور خودشون شخصا بخوان، گروگان ها رو در اختیارشون قرار میدن. البته این علی رغم نقطه نظرهای خود دانشجویانی که با نظرات رئیس جمهور موافق نیستن، ولی صرفا به خاطر این که امام دستور داده که رئیس جمهور تضعیف نکنن و تقویت رئیس جمهور بشه، به این دلیل اطاعت میکنن از نظریات رئیس جمهور و تحویل میدن. درست در همین زمان اسنادی در لانه جاسوسی بازیابی شد که نشان میداد بنی صدر با نام مستعار اس دیلور با عوامل آمریکایی در ارتباط بوده و از آنها پول دریافت کرده است. همین باعث شد که دانشجویان خلاف خواسته بنی صدر عمل کنند. امام خمینی هم تو یکی از پیام‌هاشون تو همین ماه‌ها گفتن که گروگان‌ها تکلیفش رو مجلس روشن می‌کند. حالا مجلس قراره انتخابات بشه، بعد 7 خرداد افتتاح بشه، کمیسیون بندی بشه، تا کی میان بشینن راجع به گروگان ها. یعنی معلومه که حالا گروگان ها هستن. دانشجویان روی تصمیم خود ایستادند. آنها خواستار تحویل شاه به ایران هستند، اما آمریکا حاضر به تحویل شاه به ایران نیست. تحویل شاه به ایران به این معنی است
که آمریکا قبول کرده از چند دانشجوی ایرانی شکست خورده. ملت ایران مصمم است و اراده کرده است تا با قاطعیت هرچه تمامتر محمد رضای فراری و اموال مسروقه که به غارت برده به ایران برگرداند و در دادگاه های انقلاب اسلامی ایران محاکمه کند. کارتر در این باره می گوید شبها خواب به چشمم نمی آمد، همواره در این اندیشم که برای آزادی گروگان ها چه می شود کرد. به هر پیشنهادی هرچند غیر عقلایی و مسخره به نظر می رسید گوش می دادم. به قول اریک رولو هر اطلاعیه ما مثل یه بمب اتم بود، یعنی وقتی اطلاعیه‌مون خونده می شد یا گداده می شد مثلا امریکا می لرزید، مطبوعات دنیا منتشر می کردن. This is a message of the students in the American Embassy of Tehran. We are not against the people of the USA. We are against of the United States policy in Iran. احساس بن‌بست کامل در مقامات آمریکایی باعث شد کارتر به سراغ آمریکایی ترین راه حل ممکن برود. بهترین و زبده ترین نیروهای دلتای آمریکایی بارها و بارها عملیات آزادسازی را تمرین می کنند، به طوری که به گفته خودشان با چشم بسته می توانند وارد سفارت شوند و گروگانها را آزاد کنند. اما قبل از این واقعه صادق قطب‌زاده قراری برای دیدار افراد صلیب سرخ با گروگان‌ها ترتیب می‌دهد. تعدادی از نمایندگان صلیب سرخ که جاسوسان سازمان سیا نیز در میان آنها هستند وارد سفارت می‌شوند. آقایی به اسم هانسن که از طرف در ظاهر خودشون از طرف ملت امریکا اومدن نه از طرف دولت امریکا و عضو کنگره امریکا هستن، اینجا اومدن و درخواست کردن که ما ترتیب ملاقات ایشون رو عنوان نماینده ملت امریکا با گروگان ها بدیم. دو تا شخصیت امریکایی، یکی رمزی کلارک یکی هنری میلر، که اینا حتی تو نوفل شاتو رفته بودن دیدن امام، آدمای دموکرات بودن، اینا پا شدن با یه هواپیما اومدن به سمت ایران. بعد امام خمینی اعلام کرد که من با کسی ملاقات نمی کنم. فکرم می کنم آقای قطب‌زاده بود. به اونا گفتن که شما با اون هواپیمای بزرگ نیایید. اونا رفتن ترکیه نشستن که با یه هواپیمای کوچولو بیان. امام خمینی اطلاعیه داد که من که ملاقات نمی کنم هیچی، هیچ کدوم از مقاماتم حق مذاکره با اینا ندارن. هر روز می رفتن توی هواپیماهایی که می اومد تهران، به خصوص هواپیماهایی که مال ایران ایر بود، بلیت رزرو میکردن بیچاره ها که پاشن بیان تهران یه اوکی بگیرن که بتونن با یکی ملاقات کنن. بعد پاپ رو واسطه کردن، پاپ اسقف کاپوچی اومد که یک کشیش محترم توی فلسطینیا، خیلی از کشورها اومدن. این واسطه هایی که انتخاب کردن مهمترینشون خود دبیر کل سازمان ملل بود، آقای کورت والدهایم. ما گفتیم که یه فرمول چیدیم که باید بره بهشت زهرا، بعد خانواده شهدا، خانواده های مجروحین، اونایی که پاهاشون و دستاشون از دست دادن بیاد ملاقات، بیچاره دیوونه شده بود. بعدم به این رسیدیم که آقا گفت من گروگانا رو ببینم. گفتم گروگان رو کس نمیتونه ببینه. بیچاره خب خیلی ناراحت شد، خیلی بهش برخورد. حالا اینا رو بعد توی کتابش نوشته. از طریق جاسوسان سیاه اطلاعات لازم به آمریکایی ها میرسد و از طرف دیگر گروگان ها هم از عملیات با خبر میشوند، به طوری که در شب عملیات تبس همه ی گروگان ها با کفش و لباس و کاملا در حالت آماده باش خوابیده بودند. در پنجم اردیبهشت نیروهای ویژه آمریکا با یک هواپیما و 8 فروند بالگرد نظامی وارد ایران می شوند. خب نصف شب، ساعت 1:30 نصف شب ما دیدیم که نورافکن ها روشنه و امجدیه مسابقه فوتبال مگه هست؟ اما با وقوع طوفان شن در تبس عملیات شکست می‌خورد. 9 آمریکایی کشته و مابقی مجبور به فرار می‌شوند. صبح که شد از بیرون از کشور به ما زنگ زدند، از یک کشور خارجی، فکر می‌کنم از خود امریکا، دانشجوهای ایرانی مقیم اونجا یا خبرنگارا، که چیه
گفتیم چی چیه؟ گفتن این اتفاق چی بوده افتاده دیشب؟ شکستی بزرگتر برای ایالات متحده. کارتر در انتخابات آمریکا شکست می‌خورد و قبل از اینکه بتواند خبر آزادی گروگان‌ها را اعلام کند، با صندلی ریاست جمهوری خداحافظی می‌کند. کارتر خوب می‌داند انتخابات را نه به ریگان بلکه به دانشجویان خط امام باخته است. اشپیگل در این باره نوشت: زمانی ایالات متحده می توانست تصمیم بگیرد که چه کسی در ایران بر مستند قدرت بنشیند، اما امروز آیت اللهی در تهران می تواند سرنوشت ایالات متحده را تعیین کند. از همان لحظه های اول انقلاب همه منتظر اعلام نوع حکومت از زبان آیت الله خمینی هستند. او باید حرف نهایی را بزند. هر تصمیمی که آیت الله خمینی بگیرد برای مردم ایران و البته جامعه جهانی مورد قبول است. اما امام خمینی برنامه دیگری دارند. برنامه‌ای که به اجرای هرچه سریع‌تر آن فرمان می‌دهند. همه پرسی. ولی همان زمان از مرزهای ایران اخباری به گوش می‌رسد. ظاهراً برخی با برگزاری همه پرسی موافق نیستند. ماجرا به چند هفته قبل برمی‌گردد. بابا پدر من این صدا و سیما در آورده. میلیون ها، حالا میلیون ها شوخی، هزاران ساعت با من مصاحبه که همش رفته تو سطل تو زباله. بیچاره تلویزیون در این میون. وقتی میرفتیم این طرف خیابون، بله اون طرفی ها از اون طرف خط نشون میکشیدن که مگه این طرف پیداتون نشه. و وقتی برمیگشتیم این طرف، اون طرفی ها خط نشون میکشیدن. برداشت ما این بود که کورس واردان باید بیاد همینجا جلوی سفارت امریکا پرچم امریکا رو آتیش بزنه و بگه آقای امام خمینی ما قربون صدقه شما میریم. خب بابا کورس واردان مهو که نمیتونه بیاد. ایشون آمد در نماز جمعه گفت که ما یک ساعت میسازیم، مثلا به قیمت اون زمان 5 میلیارد تومان هزینهش میشه، گیرم 500 میلیون هم درش اختلاس بشه، صدش برای جامعه میمانه. بنده شدم جز اولین گروهی که جز اخراجی‌های بعد از بازگشایی دانشگاه بعد از انقلاب فرنگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرود توسط برادران گروه حمزه ساخته شده است. راه خمینی، راه اسلام. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مرگ بر آمریکا. راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر راه مقداد، راه حسین است، راه حسین است، راه سهاد باکو. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مرگ بر شوروی. راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر رود روح الله امام ما، راه بوذر راه مقداد، راه بهشتی، راه بشارت، راه جهاد با تو. راه حمزه، راه سلمان، راه رجایی، راه بهونت، راه جهاد با تو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.